آیا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران به سمت تبدیل شدن به یک رفراندوم میرود یا آنچه می بینیم سناریویی برای داغ کردن تنور انتخابات است؟ به بینندگان پرگار در روزهای اخیر آرایش انتخاباتی در ایران وضوح بیشتری یافت به نظر می رسد اونچه که آیت الله خامنه دو قطبی نامید در شرف وقوع است انتخاباتی با دو نامزد اصلی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی یکی نامزد اعتدالگرایان و دیگری نامزد جناه تندروی حاکم گفته می شود یک سناریوی محتمل استفاده رئیسی و جناح حامی او از ریاست جمهوری به عنوان سکوی پرش برای رهبری جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه است. اگر چنین باشد بعید نیست انتخابات بار دیگر به یک رفراندوم تبدیل شود. ولی بیراه خواهد بود اگر بگوییم ورود رئیسی به کارزار انتخاباتی به قصد گرم کردن تنور انتخابات است. چنین است یا کارزار انتخاباتی موجود نه از سر برنامه ریزی برای افزایش مشارکت در انتخابات بلکه ناشی از بحران جناه حاکم برای یافتن یک کاندیدای وحدت بخش است نکته نقض آنکه نزدیک به چهل سال از شروع استقرار جمهوری اسلامی زبان جناح تندروی حاکم در ایران طبقاتی شده و صحبت از کمک به محرومان و ستمدیدگان می شود محرومانی که پس از چهل سال حیات جمهوری اسلامی قاعدتا نباید محروم میماندند آیا چنین زبانی صرفا تدبیری پوپولیستی در هنگامه انتخابات است یا توسل به شعارهای انقلابی و طبقاتی نشانه یک مرزبندی واقعی در میان جناهای درون جمهوری اسلامی است آیا جریان تندرو که گفته می شود ناتوان از جذب طبقه متوسط است در تلاش برای جذب طبقات توهی دستی نیست که در دوره روحانی به نظر می رسد کماکان از تأمین معیشت خود ناتوان ماندن؟ این موضوع را با مهمان های این هفته در میان میگذاریم به طور زنده از استودیوی خبر بی بی سی فارسی حسن شریعت مداری فعال سیاسی در هامبورگ آنایتا حسینی دانش علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه در لندن و سعید برزین تحلیلگر سیاسی او هم در لندن خیلی خوش آمدید آقای شریعت مداری با این اطلاعاتی که ما داریم تا این مرحله با این کارزاری که میبینیم و به نظر میاد تبلیغات انتخاباتی داره نشون میده که در این کارزار رئیسی و روحانی دو نامزد اصلی خواهند بود آیا ممکنه انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یک رفراندوم دیگه بشه با خصوص که گفته میشه رئیسی و حامیانش میخوان از این انتخابات برای رهبری استفاده کنن بله احتمال این هست ولی ممکن هم هست انتخابات سزلی بشه یعنی آقای احمدی نژاد همونطور که کجداد و مریض گفته این شانس رو پیدا بکنه که او هم کاندید بشه از جناحش کسی کاندید بشه که با تبلیغات که احمدی نژاد میکنه بخشی از آرا رو متوجه خودش بکنه مضافاً که این فقط تنها دو گزینه نیست که این انتخابات تعقیب میکنه بخشی هستن که میخوان انتخابات رو دو دوره ای بکنن و برای اینکه حدس ها این هستش که آقای روحانی هم با یک ریزش آرا در طبقه متوسط رو به روز و وقتی آرا در حدود پنجاه درصد باشه با ربایش بخشی از این آرا میشه رو به زیر پنجاه درصد کشید و انتخابات به دور دومه تراموش نکنیم که اصولا بیش از 7 و میلیون شناسنامه مرده در دسترس ادده است که میتوانند از اون به نفع این یا آن استفاده کنند و همیشه آمار بین مرکز آمار کشور و ستاد انتخابات وزارت کشور بین دو تا دو و نیم میلیون فرق داشته در عرض طول انتخابات چندین دهه گذشته و بنابراین این هم حدود دو میلیون رعی بی صاحب رو در اختیار کسانی میگذاره که میتونن به نفع این اون مصادره کنن بنابراین سیستم انتخاباتی چنان در بحران است که مجموعا مجموعه ای از این ترفندها رو به کار ببرند تا از درونش یکی از پروژه هایی که پیش بینی شده یا حداقل یکی از جناح های نظام پیشبینی کرده موفق بیرون بیاد شما از دو لفظ ترفند و پروژه استفاده کردید آیا منظورتون اینه که آمدن ابراهیم رئیسی یا آوردن ابراهیم رئیسی به این کارزار یک ترفند در راستای یک پروژه است؟ بله ببینید آقای ابراهیم رئیسی از سندیکای جنایت حقانی است که یک شبه آیت الله شده متولی آستان قدس شده از اونجا بعد از آیت الله شدن کتاب تقریرات معاملات درس خارج و آیت الله خامنه ای رو نوشته و چاپ کرده یعنی علاوه بر اینکه آقای خامنه ای مشتهده و درس خارج میده شاگردانی داره که تغییرات دروس خارج اون رو می نویسند و چاپ می و یکی از نامآورترینشون آقای رئیسی است بنابراین یا مشتهده یا در آستانه اجتهاده و حالا هم می رود که سناریو دوره آقای خامنه ای رو اگر بتوانن تکرار کنن رئیس جمهوری بشه که از اونجا امکان تبدیل این ریاست جمهوری در یک جلسه فوقلاده مجلس خبرگان پس از نبودن آقای خامنه ای تحقق پیدا بکنه و ایشون رهبر آینده بشه این خواب ابده در سپاه البته آقای خامنه ای نمیدونم چقدر با این توافق داره ولی بخشای از سپاه هم با این مخالف هستم، بنابراین پروژه یک دستی نیست و ممکنه اینجا و اونجا در هین اجرا دچار تغییراتی بشه و اصولا هر دو کاندید این انتخابات چنان هم دیگر رو خراب کنند که شانس هر دو برای رهبری در آینده از بین بره و شخص سالسی شانس بیشتری پیدا کنه آقای برزین شما فکر میکنید این حد از برنامه ریزی و سناریو چیدن توسط یک بخشی به گفته آقای شریعت مداری یک جناهی در ساختار جمهوری اسلامی شدنیه یعنی واقعا چنین برنامه ریزی پشت این کارزار انتخاباتی میبینید؟ ببینید من به فکر در پشت این برنامه قائل هستم ولی بدبینی آقای شریعت مداری رو نهرم یعنی من اینطوری قضیه رو میبینم که این دعوایی که الان جریان داره بین جناهای مختلف دستگاه برای چیه؟ برای اینکه اینها میدونن که خودشون به تنهایی قادر به حکومت نیستن قدرت تحمیل اراده خودشون رو به جامعه ایران ندارن پس باید چیکار بکنن؟ پس باید بیان و به آرای عمومی ارجاع بدن اختلافات میان خودشون رو و یارگیری بکنن و در این پروسه یارگیری که از طریق انتخابات انجام میگیره موقعیت خودش رو تحکیم کنن و برگردن و این برنامه ها رو ارزم به حضورتون اجرا بکنن پس به معنایی یک قرارداد اجتماعی بین حکومت و ملت بسته میشه به معنایی که حکومت بیاد یک وعده میده حالا شاید این وعده ها رو وفا نکنه یک وعده میده مثلا در مورد برجام وعده دادن انجام دادن در مورد بعضی مسائل انجام نشده و ملت هم با رأی دادن و شرکت در این انتخابات مشروعیت برای دستگاه به وجود میاره حالا نکته ای که هست اینه که این توده مردمی که میرن رأی میدن ماهیتشون چیه متوجه هستید من استنباط من اینه که توده مردم در شرایط فعلی یک جنبه مهمش جنبه اعتراضیشه یعنی معترض به وضع موجوده و این جنبه اعتراضی همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در همام انتخابات به معنایی مختلف دیده شده اما این جنبه اعتراض به وضع موجود مطلق نیست به چه معنا مطلق نیست؟ به معنای این که ما من فکر میکنم در طی چند سال گذشته شاهد شکلگیری یک نوع ملاحظه کاری و یک نوع محافظه کاری جدید در اندیشه سیاسی مردم ایران هستیم به این معنا که مردم پس از 88 و پس از تراژدی بهار عربی بسیار ملاحظه کار و محافظه کار در تصمیمات سیاسی خودشون شدن و با دقت بسیار بیشتری وارد پروسه سیاسی میشن بله. پس این جنبه اعتراضی رأی مردمی که در انتخابات شرکت میکنن ممکن هست انتخابات پیش رو, رو تبدیل به رفراندوم کنه چون معمولا انتخابات رفراندوم شده انتخاباتی است که یک گروهی از رای ها که اغلب اکثریت هستند میان یک نایی بگن به یکی از کاندیداها چنین چیزی رو میشه متصور شد در این انتخاباتی که در پیش رو من در این مسئله نمیبینم یعنی هم میتونه رفراندوم باشه هم میتونه انتخابات عادی تلقی بشه به این رایی که داده خواهد شد این مردمی که به صندوق پای رای خواهند رفت بخششون اصولگرا هستن ما در این تردید نداریم در 15 درصد حکومت مردم اصولگران 15 20 درصد مردم احتمالا قسم خورده اصلاح طلب هستن 60 70 درصد رأی شناوره یعنی میاد حساب میکنه بر اساس موقعیت موجود منافعش کجاست یعنی حساب کتاب میکنه سود و ضرر میکنه امید روحانی و حامیانش اینه که تبلیل به رفراندوم بشه به این معنا البته ممکن آقای روحانی نگه این رو ولی بسیاری از طرفدارانش خواهند گفت به این معنا که یه نه بدن به رئیسی که این سکو رو ازش برای رهبری آینده بگیرن چه چیزی امکان هست ما در بشه. مورد افکار عمومی ایران خیلی کم میدونیم چون نظر هایی که توسط نهادهای حرفه‌ای در ایران صورت میگیره منتشر نمیشه در زمان خاتمی میکردن الان نمیکنن ولی یه چیزی میدونیم میدونیم که اکثریت مردم طرفداری از برجام کردن و طرفدار تعامل با اروپا و آمریکا بودن اکثریت مردم در انتخابات شرکت می کنند و اکثریت مردم معتقد هستند که مسائل مشی... معیشتی و اقتصادی ارجحیت داره بر مسائل سیاسی و اصلاحات اجتماعی اینو من فکر می کنم میشه قابل تشخیص هست بله در مورد اینکه کارزار انتخاباتی بر سر چه خواهد بود کدام جریان میخواد به کدوم سندوره صحبت خواهیم کرد ولی از شما بپرسم خانم حسینی شما فکر میکنید اومدن رئیسی یک ترفند برای داغ کردن تنور انتخابات یا نه واقعا حرکتی که ناشی از اونجوری که گفته میشه بحران درون جناه تندرو چون یک کاندیدای وحدت بخش نداشتن در صورتی که الان به نظر میرسه دارن پشت آقای رئیسی میستن به نظر من به اون صورت خام و ساده و خیلی لینیر رو خطی یک ترفند نیست واقعا دوتا جناه اصلی که توی حکومت ایران تا سال گذشته شکل گرفتن حالا جناه اصطلاح طلب اعتدالیون و این جناه به اصطلاح اصولگر یا سمتراست یک سری تضاد منافعی با هم دارن یک سری تفاوت های ایدئولوژیکی با هم دارن که حالا اینکه اون چقدر عمیقه یا تاثیرش توی زندگی روزمره مردم در صورت به قدرت رسیدن هر کدوم اینا چی میتونه باشه میشه سرش بحث کرد اما فهم میکنم بحث رئیسی نیستش که فقط به صورت در واقع یه نمایش سعی کرده باشن و به جلو هل بدن خب. تا بحث انتخابات رو داغ کنن اصولگره ها توی چند سال گذشته همیشه با این بحران مواجه بودن که نمیتونن یه دونه کاندیدای واحد معرفی کنن و این مشکلیه که از عدم وجود داشتن تحذب در سیستم جمهوری اسلامی تعصب و معنی سنتیش ناشی میشه و الان دارن بعد از سال کم کم اینا تمرین سیاست میکنن همونطور که اصلاح طلبای اعتدالیون این مشکل دور پیش حل کردن من فکر میکنم این تمرینیه برای اینکه اینا بتونن در واقع به یه توافق جمعی برسن و دارن اینو تمرین میکنن شاید تو این دوره انتخابات که به نظر میرسه اگه انتخابات عادی پیش بره دلیلی نداشته باشه که روحانی رای نیاره شاید تمرینیه برای دفعه های آینده ولی اونها که تحلیل شما رو دارن معتقدن که اومدن رئیسی میبر انتخابات رو به سمت تبدیل کردنش به یک رفراندوم شما چنین تحلیل دارید ممکنه چنین اتفاقی پیش بیاد. اگه منظورمون یه دو قطبی باشه من فکر می‌کنم کسایی که بیشتر روی این توی مدت که اسم رئیسی به عنوان کاندیدای احتمالی الان که بیشتر قطعی شده اومده سرزمون کسایی که این تاکیدو دارن بیشتر افرادی هستن که در واقع روزنامه‌نگاران یا طرفداران طیف اصلاح طلب اعتدالیون هستن به خاطر اینکه می‌بینن یک سری از آرای که آلا به اصطلاح به آرای خاکستری معروف شده و ممکنه فقط در شرایط استرار یعنی خیلی از افرادی که در اصولا ممکنه رأی ندن و در شرایط استرار در واقع به به سمت این گروه اصلاح طلب ها به دلیل عملکرد کرده روحانی تو چهار سال گذشته که در واقع وضعیت نه تنها معیشتی مردم بلکه اون آزادی های سیاسی خیلی نسبی که اصلاح طلب ها معمولا وعدش رو میدن بهش کدومش عمل نشده شد برای اینکه دوباره دوگانه ایجاد کنن سعی میکنن این دو دایکوتومی و این در واقع تضاد رو خیلی بیشتر از اون چیزی که اهمیت خواهد داشت برجسته کنن چون اگه تو کانتکست ولی فکر می‌کنیم چه چیزی شدنی نیست چون روحانی چنین میکنم... کارنامه ای نداشته که بتونه در دوگانه, توصیفی شما مقابل رئیسی بیسته من فکر می‌کنم روحانی صد تا بسی که من داشتم شاید نتونستم درست توضیح بدم اینه که در واقع این دوگانه رو بیشتر از طرف اصلاح طلب به بخاطر اینکه به میزان رای مردم اینکه تعداد رای خیلی بالا باشه احتیاج دارن چون از نظر میزان قدرت چه حالا شاید اون مقدار نفوذی که اصولگراها توی سپاه و جای دیگه دارن اصلاح طلب با سنتا اینو کم دارن بنابراین بله. اون سرمایه نمادینی که تعداد رای های بالا میتونه براشون به همراه داشته باشه به با اون احتیاج دارن بنابراین سن فقط رفراندومی رو... ممکنه اونها بتونن چنین سن اون دوگانه رو ایجاد کنن آیا اینکه واقعا با اون سمت میره و مردم به اون تعداد بالا رای میدن رو من نمیدونم اما توی کانتکست کلیش زمینه کلیش اگر نگاه کنیم دلیلی وجود نداره که ما فکر کنیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی سعی داره یعنی اونها حاکمی جمعیت حتما به هر طریقی شده حتی تقلب یا غیر رئیسی رو در واقع به ریاست جمهوری برسونن به خاطر اینکه فقط مسئله این شایعه ای که در مورد جایگزینی رهبری و اینا هست مهم نیست الان ما اگه توی زمینه جهانی موقعیت ایران رو نگاه کنیم میبینیم به هر حال با اینکه با وجود اینکه در حال حاضر گزینه نظامی میتونه روی میز باشه از طرف کشورهای مثل آمریکا یا تحریم دوباره تشدید شده الان موقتا صنایع آمریکایی استاپی روشون گذاشته با توجه به همه موارد دلیلی نداره که اگه روحانی توانای رای داشتن دا... رای آوردن داشته باشه بخوان سعی کنن حتما اون رو به سمت دیگه هدایت کنن بخاطر اینکه آیت الله خامنه ای با ادامه ای ریاست جمهوری روحانی هم مشکلی نداره به دلیل اینکه تنش زدایی برشون هزار رو گفتم بخاطر اینکه الزاما هم منطقه ارسطویی دو دو تا چهار اون طوری بل. که سایر کشورها منافع ملیشون رو میشه راجبش حرف زد اونطوری همیشه کار نمیکنن اما اگه بخوایم با منطق یعنی اون منطقی که به نفع حکومت جمهوری اسلامی میتونه باشه از منظر خودشون نکنیم کنیم اصولا باید اینطوری باشه با خاطر اینکه روحانی خیلی اولا پاشو توی کفش در واقع رهبری ایران نکرد اون جاهایی که بله. در واقع لازم باشه به حقوق شهروندی بله. حقوق بشر امتیاز بده هیچ وقت تو این چیزا دخالت نکرد فقط در واقع به اجرای درست این مذاکرات پرداخت بله. دولتش شاید مداری شما به دلیل پشتوانه خاصی که دارید خیلی خوب تحولات درون روحانیت در ایران رو میتونید ببینید دنبال میکنید اینکه گفته میشه رئیسی ممکنه از انتخابات و اگر بشه ریاست جمهوری به عنوان سکوی پرش برای رهبری استفاده بکنه واقعا بر چی استواره چقدر این پذیرفتنیه ببینید اول نسبت به های قبل یه ذره توضیح بدم بعد وارد این بحث بشیم بله. اولا اون که اسمش قرارداد اجتماعی میزن های برزین آمیزه است از ترس و استیصال و تردید و اسم این اسمش قرارداد اجتماعی نیست این اسمش اضطرار یعنی بخشی مردم رو مستحصل میکنن بعد یک نوری در انتهای تونل نشون میدن و سعی میکنن این نور انتهای تونل رو گران بفروشن و مردم رو جذب بکن به هیچ تعریف سیاسی اسم این قرارداد اجتماعی نیست از طرف دیگه دو قطبی خیلی سخت به وجود میاد برای اینکه از لحاظ اخلاقی فرق بین آقای روحانی و آقای رئیسی اینه که یکی وزیر دادگستریش جزوه سندیکای جنایت بوده آقای پور محمدی یکی خودش جانیه بیواسط است و آقای روحانی با تعریف بسیار آقای پور محمدی رو آورده سر کار از لحاظ برگه برندم که برجام بوده اجرا نشده و امروز با اومدن ترامپ رابطه روحانی و آقای پوتین داره بسیار گرم میشه و به هیچ وجه در چشمنداز این نیست که ایشون یکسره بازگشایی روابط با غرب و همچنان بتواند در دستور داشته باشه بنابراین با هیچ استدلالی اون دو قطبی بر مردم واضح نیست که ایجاد بشه این اصلاح طلبان هن. که کنسپت های سابق همه پوسیده شده یعنی این که بتوانند رهبر رو در درون اصل صد و محبوس بکنند در اختیارات خودش شورای نگهبان رهبر رو کنترل کنه و فشار از پایین و چانه از بالا ادامه پیدا کنه تبدیل شده به بالا کردن پرچم سفید و انزوا و محروم بودن از عکس و تفصیلات و بودن در هست و اینجور چیزا و سالبه به انتفاع موضوع شد بنابراین چیزی که از انتخابات انتظار میره در نظامی که سیستم انتخاباتیش در بحران و علاوه بر اینکه سیستم انتخاباتیش در بحران کامل هست حتی قادر نیست افرادی رو تولید بکنه که این افراد وقتی میان اعتماد مردم رو جلب بکنه در چنین سیستمی همه استفاده ها از نظام انتخاباتی میخواد بشه به استثنای اون چیز اصلی که یک نظام انتخاباتی برای بله. به وجود اومده بله. و اون در حقیقت تعویز مدیریت مملکت بر اساس آرای آزاد منصفانه و صحیح مردم است بله. آقای برزین به گفته بله. آقای شعیب حد عقلی که لازمه برای دو قطبی شدن انتخابات یه حدی از اعتماد به دو تا کاندید اصلیه که به گفته ایشون چنین چیزی نیست به خصوص در مدعای رئیسی که این همه اما اگر در موردش هست در ارتباط با کشتارهای 67 ببینید نکاتی که جناب شریعتی شریعت نظری مطرح کردن این بحث هست که میگن آقا بین جریان سیاسی در ایران فرقی نیست و نا اینا نا گفتم نه نه چرا شما ایش... جزئیه نه جزئیه جزئیه گفتی جزئیه قطبی نیست من میگم که بین آقای خاتمی که در سال 2000 سازمان ملل متحد میاد به احترام ایشون سال گفتگوی تمدنها اعلام میکنه متوجه هستید در این سطح بین المللی مورد تایید قرار میگیره با آقای سیاست آقای احمدی نژاد که 15 سال بعد توسط شورای امنیت سازمان ملل شش تا تحریم سنگین بی سابقه اقتصادی بر او تحمیل میکنن این تفاوت جزئی نیست آقای شریعت این تفاوت اساسیه و ندیدن این تفاوت موجب میشه که ما صحنه سیاسی ایران رو اونطور که باید و شاید نبینیم اجازه بدید نکاتی که نه همین یه نکته انصاف با. بدید آیا واقعا امروز انتخاب بین خاتمی و احمدی نژاد ما صحبت از انتخاب بین روحانی و رئیسی با. شما جواب شما, شما یک اصاف... مقالطه لفظی میفرمایید بین ده. کسانی که امروز وجود ندارد ببینید رهبری رهبری جناه اعتدالی و اصلاحی به دست آقای خاتمی و آقای روحانی با در گذشت آقای رفسنجانی که البته ایشون از صحنه خارج شد پس بله جناه اعتدالی اصلاحی یکی از رهبران مهمش کسی که همه از ایشون حرف شنوی دارند آقای خاتمی هست بله و در طرف مقابل ما همون جریان احمدی نژاد رو دوباره می‌بینیم داره تجدید بنا می‌کنه. انتخابات صحبت میکن. داری بعد از نه میگم من میگم اون تفکر اون نیروی سیاسی اون اون, اون ایدئولوژی در برابر هم قرار دارن بله فرما شکلها، ها صحنه بازی صحنه رقابت نحوه بازیگران تغییر کرده ولی ما امروز شاهد یک تفکر اصلاح اصلاحی اعتدالی در برابر یک تفکر انقلابی تندرو هست. اجازه بدید از مهمان سمون بپرسیم که میشه گزینه های موجود در این انتخاباتی که در پیش رو هست دو گزینه اصلی یعنی روحانی رئیسی رو مقایسه کرد با خاتمی احمدی نژاد به... یعنی اینقدر تفاوت هست بین اینها؟ نظرم من به این سادگی نمیشه این کار کرد و هم... همون نکته که اشاره کردم به دلیل اینکه توی ایران حزب سیاسی به معنی سنتیش نداریم که افراد یک روندی رو ادامه بدن و بشه خیلی راحت تحلیلشون کرد و توی جایگاه مشخص قرارشون داد این کار نمیشه کرد اما از طرفی به نظرم خودمونم نباید توی این چاله بندازیم به این دلیل که در واقع اون تضادی که بین گروه های مختلف حاکمیت تو ایران حالا اون دوگانه اصلاح طلب اصولگرا قرار داده قرار وجود داره رو ما باید توی اون زمینه کلی تر بررسیش کنیم و ببینیم که این تضادی که وجود مره. داره تا چه حد سوال ده... من خیلی ساده ده است ده اینقدر تفاوتی که بین رئیسی و روحانی هست به اندازه تفاوت بین احمدی نژاد و خاتمیه من برام جواب دادن به این سوال سخته چون اونقدر تفاوتی که شما بین خاتمی و احمدی نژاد میگینم برام از خیلی جهت های غیر واضحه <applause> اما از منظر اگه یک سری مسائل بر فرض حقوق بشر ببینیم نه تفاوت خیلی زیادی وجود نداره به خاطر اینکه توی دولت روحانی کسی وزیر دادگستری که در کشتارهای 67 نقش داشته و این فقط به حرف سانتیمانتا ایدالیستی نیست این واقعا که بزرگترین جنایت که تو قرن 20 اتفاق افتاد از نظر بحثایی که مربوط به برجام و اینا هست بله اون عملکرد اون دولت یعنی تونست چهره مثبتتری از جمهوری اسلامی را بده اما در واقع دستوراتی که نهاد رهبری رحن... یعنی در واقع اون راهنمای نهاد رهبری رو اجرا می‌کرد این برای همه واضحه که مسئله مثلا مسئله هسته ایران زیر نظر زیر نظر رهبری و قوه موجه در واقع اینکه اون رو چجوری اجرا بکنه شاید تا حدی اهمیت داشته باشه اما اهمیتش مهم نیست اما به نظر من جایی که روحانی تونسته در واقع افکار عمومی رو به نفع خودش برگردونه اینه که تونسته توی اون قشری که ما حالا شاید تعبیر دقیق نباشه اما بهش میگیم طبقه متوسط شهری و در واقع اکثر کسایی که کار تحلیل سیاسی توی ایران میکنن دوربین شون رو یعنی وقتی میگم مردم ایران میخوان اون قشن منظرشون اونه بله. و روحانی تونسته با داد... با در واقع دادن یه سری آزادی های خیلی کم من شاید بهشون بتونم بگم آزادی های ویترینی تا یه حدی در واقع نظر اون قشر رو تعمین تا... بله. کنه و این برای حاکمیت ایران به صورت کلی هم یک نکته بله بله مثبت بله بله م... مطبوعات آن شما مقایسه کنید با دوران احمد نژاد خیلی گسترده تر شدن احزاب اصلاح طلب. احزاب نه, نه به صورت پولی. نه به صورت درسته درسته پولی. نسبی به صورت نسبی بهتر شده به صورت موقعیت نسب... احزاب بهتر شده موقعیت فا... اصلاح طلب. و... پس وی نه. کلمه ویترینی نه. به نظر نه ویترینی به نظر من منصفان است به نظر من البته هر آزادی کوچیک مهمه من, مهم. من نمیگم مهم نیست که آدم رو سرش بتونه 4 ساعت متر عقب‌تر بذاره جلوتر این این نوع آزادی کافی شاپ بره نره اینا مهمه من اصلا هیچ وقت نمیگم اینا مهم نیست اما شاید با عنوان کسی که تو دهه داد. با عنوان فعال دانشجوی و فعال سیاسی سابقه فعالیت توی فضای اصلاح طلبی رو دارن فضاهای دانشجوی دانشجوی بله. بله که اصلاح, بله. طلب, بله. ها... اصلاح طلب ها بله. ان... انحصار تربه خاص خودشون رو دارن بله. وقتی که در موقعیت قدرت قرار میگیرن صد درصد قابل انتقاد هستن خانم... با اینکه منابع رو برای خودشون بگیرن خانم حسینی و بقیه مهمانان از این بحث خیلی جا افتاده و میشه گفت کلاسیک در ارتباط با انتخابات که چقدر تفاوت بین جناح هست بگذاریم شما فکر می صحبت هاتون رو در اون دوره پیشین کردیم بین گردم به این من برمیگردم به سوالی که از شما میخواستم بپرسم چون سوال مهمیه و در این دوره انتخابات یکی از بحث کلیدی خواهد بود واقعا فکر میکنید چقدر این تصور میشه گفت بر استدلال های استخوندار سواره که رئیسی و همیش اومدن از ریاست جمهوری به عنوان یک پرش برای رهبری استفاده کنند چون یه چیزی ممکنه گفته بشه بعد همینجوری جوری گندشه در رسانه ها این بر, و اون بر. بدون اینکه که بفهمیم واقعا منبعش کجاست از کی شروع شد ولی در این حال خب ما ببینیم در خبرگزاری های مثل فارس این چیزا خبرهای مربوط به رئیسی فراوانه نمیدونم صحبت کمکش به مردم خوزستان صحبت نمیدونم یه سری کمک ها در مشهد هست آیا اینها کافی است ما بگیم رئیسی و جناه هامیش اومدن از این انتخابات برای رهبری آینده جمهوری اسلامی استفاده کنند؟ نه ببینید رهبری در حقیقت در مجلس خبرگان تعیین نمیشه مجلس خبرگان یک قیام و قعودی داره برای به رسمیت نشاندن سناریوی از رهبری که مورد توافق جمعی نهادهایی با پایگاه اجتماعی محکم انجام شد مثل نهاد این روحانیت. نهاد ها مثل نهاد روحانیت سپاه و به نوعی نهاد رهبری و دولت در این در حقیقت کسی رهبر خواهد شد که قبلا برش توافق شده یا یکی از جناحات چنان فرادستی پیدا کرده که بقیه مجبور شدن این فرادستی رو بهش رسمیت خب آیا میشه گفت که این فرادستی یه جوری پشت پرده حاصل شده آروم آروم باید به جامعه هم بفروشن این رو بله ببینید خیلی در این چیزا شک که اولا آقای خامنه ای اگر فرض کنیم پشت آقای رئیسی است که هنوز معلوم نیست این به شرطی این حمایت دوام پیدا خواهد کرد در زمان حیات ایشون باشه به مجرد نبود ایشون نهاد رهبری تبدیل به چیزی میشه که یک اداره بیش نیست و پایگاه اجتماعی خاصی نداره ولی سپاه سر جای خودش خواهد ماند روحانیت سر جای خودش هست دولتی خواهد بود و سر جای خودش مستقر و اینها کسانی هستند که بیشتر اثر خواهند داشت و در تنش و کشاکش تنش... بین اینهاست که رهبری و مضافن ما مطمئن نیستیم که همه بخش سپاه با آقای مصباح و جبهه پایداری که این مدرسه حقانی رو در حقیقت جلو میدن موافق باشن از جمله اینکه آقای رئیسی بسیار دوره حتی از آقای خامنه ای سال 89 که تا مرحله رسیدن به یک تصویر حداقلی از رهبری برای اینکه آقای رئیسی حتی اکثر میگن که شاگرد آقای خامنه ای بوده در درست خارج که خود آقای خامنه ای در اینکه آیا در مقامی هست که درس خارج و اصول هم بده یا بلد. نه در راجبش خیلی, خیلی بحث. این بحث مربوط و رحبری. بله. رئیسی و رهبری ببینید اگر در چند روز آینده آقای رئیسی رسما اعلام کنه که در انتخابات شرکت نمی کنه. چون ایشون تا به حال نگفتن که در انتخابات شرکت خواهند کرد رسما اعلام نکرده خودشون آخرین خبری که ما داریم تشکر آقای رئیسی از اون گرده همایی جمعنا بله نیروهایی است که ایشون رو به عنوان کاندید اول ولی نگفتن که پذیرفتن، نگفتن بل. که پذیرفت. پس اگر در چند روز آینده اعلام کنند که شرکت کنند ایشون در انتخابات، اون وقت میشه فرض کرد که برای رهبری شاید یک هایی دارن. اگر وارد مبارزه انتخاباتی بشه با فرض اینکه ممکنه ببازه، خیلی بعیده که تصور کنیم که ایشون بخواد برای رهبری یعنی در این قماری نمیکنن. تو خب هم قمار، زنده باد. یعنی مم. کلمه قمار و ریسک <applause> لب مطلبه متوجه هستید یعنی اصولگرایان با یک استراتژی فوق العاده ریسکی وارد صحنه سیاسی شدن نکنید که ایشون چیزی بر از دست دادن نداره به هر صورت ارتقاء <applause> مقام پیدا میکنه و مقداری به دست میاره حتی اگر رهبر نشه برای اینکه خودش در معرض م... چنین گمان زنی قرار داده که رهبر آینده خواهد نه اگر وارد مبارزه انتخاباتی بشه انتخابات و به بازه این برای سنگی خواهد بود که بعد بخوان بله، بله. این رو رهبر بکنن بله ولی اعتماع مقام نسبت که رهبری رهبری به نظر من تا قبل از کاندیدا شدن خیلی از و گمان های می که ممکنه جای گزینه رهبری بعدی باشن اما با کاندیدا شدنش اتفاقا به نشانه ای اینه که احتمالا گزینه برای رهبری آینده نخواهد بود چون افرادی که تحلیلشون این هستش که رئیسی الان قراره بیاد و برای رئیس ریاست جمهوری تلاش کنه معمولا اینو از نظر تاریخی با موقعیت آقای خامنه ای مقایسه میکنم میگم خب آقای خامنه رئیس, رئیس جمهور, جمهور بود بعد بله بله بله. رهبر شد در که این مقایسه اشتباهه به خاطر اینکه آقای خامنه موقعیتش استثنایی بود قرار نبوده که رهبر بشه زمانی که ایشون رئیس جمهور شد سال 60 رهبر نائب داشت آقای منتظری و در واقع خود خمینی هم وقتی که در مورد مسئله صحبت کرد گفته ما فرد اجرایی نداریم خامنه ای اومده برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده بله. و جاش در واقع تو مسجد یعنی همچین عرفی در ندارن که که آیت الله این که البته اون موقع هنوز آیت الله نبود رهبر شد ما یه چهره کلیدی به اسم آقای رفسنجانی داشتیم که برد. این کار رو میسر کرد الان نیست یه بحث خیلی مهم که من در مقدمه بهش اشاره کردم شعارها و اون محورهایی است که کارزار انتخاباتی بر اساس شکل میگیره بازیگرها به کنار مطالبات و شعارهایی که ترمیشه اونها بسیار مهم خواهد بود در سمت و سو دادن به این انتخابات جناه تون روی حاکم سعی میکنه ممکنه اسم طبقاتی روش نگذارن ولی واقعا شعارهای طبقاتی بده اینکه معیشت مردم بدتر شده اگر بهتر نشده اینکه که توحید کماکان توحید هستن و بدتر هم شده بعدشون اینها شعارهای جناه حاکمه که به شکلی تناقضوار در حدود 40 سال اخیر حاکم بوده ولی کماکان معتقده که جناه اصولگره بخصوص بله حاکم منظور در واقع تون روی حاکم گفته میشه که اسم خودشون اصولگره میگذارن در این سو اعتدالگرایان اتلا... در اعتراف با اصلاح طلبان میخوان کارزار رو کارزار نه معیشتی بلکه کارزار نحوه تعامل با غرب بکنن میگن در ادامه برجام ما باید با غرب کنار بیم بعد از اونه که معیشت بهتر میشه اقتصاد بهتر میشه خدای روحانی هم بارها به شکل تلویحی گفته که ابتدا باید این مانع رو برداشت از سر راه بعد اقتصاد خوب خواهد شد شما آقای برزین فکر میکنید جناه تندروی حاکم اصولگراها ها بتونن کارزار رو معیشتی اقتصادی بکنن و این شعارهای طبقاتی به این سو میبره من خیلی سوال مهمیه چرا؟ چون که اصولگره ها الان با یک بحران عمیق هویتی و سیاسی رو به رو هستند پس از شکست مسلسلی که خوردن در انتخابات های اخیر و اینها چند راه پیش رو دارند و این نکته که شما اشاره میکنید طبقاتی در برابر تعامل با غرب اشاره به اصل قضیه است اینها چند تا راه حل پیش رو دارن یا میتونن با همون گفتمان احمدی نژادی بیان وارد صحنه گفتمان عوامگرایی و توده گرایی احمدی نژادی یا میتونن با یک گفتمان مدرن وارد صحنه بشن یعنی چی یعنی تفکر بروکراتیک تکنوکراتیک میایم در عرض یک ماه نه کیلومتر تونل میکنیم دو تا آسمان خراش میسازیم پل میزنیم آقای قالیباف ممکن بود قا... گفتمان اون باشه گفتمان درگر. اون مدرنیستی و یک راه دیگه بازگشت به گفتمان سنتی روحانیته متوجه هستید و اینکه آقای رئیسی میاد یه مانور اینجا میکنه و میاد این پوز رو حداقل تا به حال تا،, تا امروز این پوز داده شده که ممکنه با یک پوز روحانیت سنتی اینا وارد جلسه بشن وارد جریان انتخابات بشن و اون گفتمان طبقاتی رو کنار بذارن گفتمان احمدی نژادی رو کنار بذارن گفتمان مدرنیستی قالی رو که به شک و تردید بهش نگاه میکنن اونم دنبال نکنن و با گفتمان سنتی روحانیون و روحانیت بار دیگر بخوان وارد صحنه بشن به اون امید که مثلا شخصی مثل رئیسی بتونه تکنوکرات ها رو زیر قوای خودش جمع بکنه زیر دست خودش جمع بکنه باید. باید. شما, باید. شما فکر اون سمت احتمالا رئیسی خواهد رفت نظر شما چیه؟ ببینید توی انتخابات توی همه جای دنیا ایران هم استثنا نیست مسئله اقتصاد معمولا مسئله مهمه پس همه جنا سعی میکنن حداقل یک سری وعده ها یا قول امتیازاتی بدن همونطور که از طرف دولت هم این انجام گرفته بر فرض وعده دادن که حقوق بازنشسته بازنشسته و کارمندا بیشتر میشه مخصوصا با تأکیدی که آقای خامنه ای توی این چند وقت اخیر کردن روی مسئله اقتصاد و معیشت مردم 100 درصد هر دو جناح مخصوصا جناح اصولگرا حتی اگه نخوان چاره‌ای هم ندارم یعنی باید یه قسمتی رو این فوکس و جناح کنن. حامی او برای خونسا کردن شعارهای معیشتی جناح مقابل صحنه اقتصاد رو رها نخواهد نه رها نخواهد. آن آن این باعث نخواهد کارزار انتخاباتی تبدیل به کارزار معیشتی بشه و این میتونه پاشنه آشیل هر دولت مستقر باشه صدر صدر. هر رئیس جمهوری که چهار سال سر کار بوده اگر اقتصاد بشه شعار اصلی کارزار اصلی در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. صد درصد این درست است اما یه نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که تجربه در واقع شعارهای پوپولیستی راجع به اقتصاد خیلی ازش نگذشته یعنی تجربه آقای احمدی نژاد و این هنوز توی ذهن مردم تازه هست اینکه که خب یک فردی میاد شعارهای زیاد پوپولیستی میده از وضع معیشت مردم بهتر نمیشه و فهم می این آگاهی رو خیلی از مردم ایران دارن که خب اقتصاد ایران اقتصاد ترکیبی از اقتصاد رانتیار و اقتصاد مافیایی هست و درآمد نفت رو داره اما درآمدی که میتونه خیلی راحت توزیع بشه و تامین اجتماعی وجود داشته باشه این اتفاق شما فکر خاطره احمدی نژاد باعث میشه که کارزار معیشتی خیلی صد در خلاش تلاش خودشونو خواهند کرد اما به نظرم عامل تعیین کننده نخواهد بود برای یه قشری عامل تعیین کننده خواهد بود شاید دوباره تکرار میکنم که ما چون معمولا دوربینمون روی اون قشر طبقه متوسط شهری هست برامون شاید درکش بله. سخت باشه که طبقات پایین‌تر چجوری به نگاه می‌کنن فکر می‌کنم با توجه به تجربه احمدی نژاد سخت‌تر باشه که به اون راحتی بیان شعار بدم و امتیاز بگیرن از مردم ش... شاید شاید ببینید تو مملکت که وزارت اطلاعات گزارش داخلیش میگه که روزانه بیش از 35 اعتصاب در کارخونه‌ها برای حقوق بوده و بانگاش در معرض ورشکستگی هن. دادن شعار های اقتصادی همونطور که میتونه پوپولیستی باشه میتونه خطرناک هم باشه یعنی این چیزهای محلی رو تنور انتخابات گرم کنه و سراسریش کنه و این واقعیت است که میدونن و ازش میترسن یک تیغ دولب است بنابراین اینها کسانی هستند که مردم رو به استیصال کشوندن از استیصالشون استفاده کردن حالا با چند کیلو آرد میخوان زای مردم رو بخرن همونطور که ایشون به درستی گفتن مردم خاطره احمدی نژاد احمد رو دارن و اون 15 تا 45 درصدی که رأی ندادن شاید ارزش رأی ندادن رو هم به عنوان یک آکت انتخاباتی بدونن و از اون ولی خود استفاده شما کنن. که معتقد هستید مردم تجربه دوران آقای احمدی نژاد رو دارن و همین دلیل شعارهای معیشتی شاید کارآمد نباشه در ابتدای این برنامه گفتید احمدی نژاد و کمپ احمدی نژاد این امکان رو داره که انتخابات رو قطبی کنه بقی یعنی بقی اونجا جدی گرفتید درصد... چرا الان جدی نمیگیرید چاره نا... معیشتی و پوپولیستی رو چند درصد آلای سبد روحانی اگر به وسیله احمد نجات کنده بشه ایشون به زیر 50 درصد سقوط میکنه و این استفاده حاصل میشه که انتخابات به دور دوم کشونده بشه بنابراین مسئله این نیست که از این قشر وسیعی حمایت بکنن حتی اگر 5 تا ده درصد سبد انتخابات های روحانی به این وسیله جذب بشه از همون گروه های میانه شهری انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و این منظور است که ای دارند با اون نظر آقای برزین موافق هستید که رئیسی به جای اینکه بگذاره جای پای احمد نجاد و یک کارزار پوپولیسی رو دنبال کنه شعارهای طبقاتی بده و به جای اینکه شارهایی بده که دست روحانی رو ممکنه باز بگذاره راجع به تعامل با غرب شعارهای انقلابی بده برعکس سعی خواهد کرد که در کسوت کسی ظاهر بشه که روحانیت سنتی پشت سرشه چنین چیزی ممکنه رئیسی میتونه واقعا چنین کاری بکنه بسیار کار سختیه. آقای رئیسی برگزیده گروه بسیار نامحبوبی در دوران روحانیت و اون گروه مصباح یزدیه این که بتواند روحانیت سنتی رو پشت خودش داشته باشه حتی با استفاده از شعاری که روحانیت سنتی انقلابی میداد و نه همه روحانیت و اون حکومت مستضفین بود و بسیار نخنما شده شعارهای مثل مجانی کردن آب و برق و و بهداشت به ابتزال کشیده شده و فکر کسی در صدر تجدید اون باشه ببینید من فکر میکنم یه نکته که جناب شریعت مداری اشاره کردن ببینید به هر حال در مورد رأی دادن و رأی ندادن انتخاب با مردم هست مردم میتونن رأی بدن میتونن رأی ندن این حق انتخابو دارن کسی هم اعدامشون فکر نکنم بکنه و یا بحرانی میتونن در این انتخاب کسی رأی نده و مثلا انتخابات کاملا واگذار کنن به دستگاه اصولگرا متوجه ولی نکته که مهم هست به نظر من مسئولیت اخلاقی ناظر بیطرف هست اینه که باید به مردم تذکر داد که اگر شما رأی ندید نتیجه چه خواهد شد یعنی کافی نیست جناب شریعت مدنی اجازه بدید شما صحبت کردید من صحبت کردم یه جمله بگم شما چند جمله گفتید من گوش کردم حالا اجازه بدید بله من یه جمله مهلت بدم خیلی وقت نداریم آقای حسین بله پس من میگم که شما اگر میگید این بده اون بدتره اینا هر دو مثل همن من میگم شما این را هم باید تذکر بودید که اگر مردم رای ندن نتیجه چه خواهد شد همونطور که سال 84 رای ندادن همچون سال 84 اومد مردم میگن به های رای من انتخاب یک رئیس جمهور مقتدر و نه تدارکات چی رژیم با این شعار میتونن مردم از رأی خودشون همونقدر خوب استفاده کنن در رأی ندادن که در بدن یا مردم باید شرط بگذارند مردم باید رأی ندن در این دوره برای اینکه این دوره هیچ چیزی آید مردم بله، نمیشه خانم حسینی شما در این معادله کجا قرار میگیرید من فهم میکنم این مسئله که سر رای دادن یا رای ندادن توی انتخابات پیش میاد هر بار شد بعضی وقتا توجه آدم رو مسئله اساسی که سیاست توی ایران عمومی نشده دور میکنه اینکه هر چهار سال بار برفرض صحبت زیادی میشه سر اینکه رای بدیم یا رای ندیم در با... اما در صورتی که مسئله اساسی اینه که ببینیم در طی اون چهار سال چه کارهایی میشه انجام داد که از نظر روانشناسی سیاسی ده هر چهار سال بار برن رای بدن و احساس کنن که واقعا تأثیری توی تعیین سرنوشته رو دادن داشتن این به نظر من که یک قسمت اصلی از حاکمیت ایران ولی حد که ممکنه اونایی که هر چهار سال یه بار این رأی در دستشون قرار میگیره بگن همین هم باید استفاده کنیم دیگه درست میگید شما که در بین این رای های چهار ساله فقط چهار ساله خ... بار رای بدن یک تعدادی از افراد و وظیفه شهروندیشون تموم بشه و بعد نه نه از اون هر اتفاقی بیفته من فکر ببینید این مبارزه 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 انتخاباتی که الان حدود یک سال طول کشید تا با اینجا رسیدیم و هنوز ادامه داره این به هر حال توده مردم رو در بر میگیره افکار عمومی رو در بر میگیره الیت سیاسی رو در بر میگیره نخبگان مملکتی رو در بر میگیره این که میگیم نه خیر آقا اومدن یه رأی دادن چهار سال دیگه خداحافظ چه چیزی ببنید. ببنید. چیزی 300 میلیون تومان خرج انتخابات هر کدوم از کانده یعنی هزار میلیارد تومان خرج انتخابات تبلیغات از طرف اوناست و معادل این از طرف صدا و سیما و معادل این از طرف وزارت کشور این سازنده افکار عمومی غلطه که بین افعی و مال قاشی کدومش رو انتخاب کنید من یک بگم پس همون دیگه پس مسئله مهمی که هست اینه که بعضی وقتا این تفاوتی که میکنه اینکه تو انتخابات کی رای بیاره فقط روی یک طبقه قشری از مردم تاثیر میذاره و ما باید یادمون باشه یک قسمتی از جامعه ایران تبدیل شدن به افرادی که کاملا از اون جامعه حذف شدن که توی کل که تو کار باید کار کنه و خیلی براشون فرق نمیکنه که چه کسی رای بره ما باید یاد اون باشه با عنوان تحلیلگر یا فعال سیاسی حواسمون باشه که مسئله جامعه ایران فقط طبقه، مسئله طبقه متوسط خیلی کوتاه مطبع خطاب... میخوام از یکی از مهمان ها بپرسم که در فهم سیاسی شما رفت انتخابات و دموکراسی چیه؟ آیا انتخابات کافیه که ما مثلا کارزار کنونی رو دموکراتیک بنامیم؟ نه ببینید در این مورد تردید نیست که انتخابات در ایران نه آزاد کاملا و نه عادلانه است یعنی شما معیار منشور حقوق بشر بیانیه بلد. بین المجالس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی رو میار قرار بدید این انتخابات عادل عادلانه و آزاد نیستند اما مؤثرند، یعنی در تعیین سرنوشت مملکت مؤثرند به دلیل اینکه معتقد هستید حد بالایی از مشارکت مردمی تیشه فرقی سیاسی وجود داره خب شما ربط انتخابات دموکراسی رو چی میدونید برای اینکه ایشون میگه که میتونه انتخابات میتونه یک شاخصی برای دموکراسی باشه برای اینکه جایی که مشارکت مردمی رو درش میبینیم دیگه بله ببینید در نظام های اقتدارگرای انتخاباتی حداقل انتخابات گردش قدرت بین نخبگان رو بدون چالش موثر میکرد بسیخ. این کارم دوچار بحران شده بنابراین این نظام انتخاباتی دوچار بحرانه و وصل پینش میکنن برای, مناز... برای من... منظورهای دیگه ای ازش است بله دیگه شما معتقد هستید که انتخابات در جمهوری اسلامی ممکنه یه جایی باشه که مشارکت های رای دهنده رو درش ببینیم اما تکثر درش نمی‌بینیم که آه. یه شاخص دیگه دموکراسی شما نظرتون چیه یعنی در شما نظرتون چیه خیلی وقت نداریم خانم حسینی انتخابات در ایران یه جایی که مشارکت درش میبینیم مشارکت مردمی که رأیشون رو مؤثر میدونن اما در این حال درجه بالایی از تکثر درش نمی‌بینیم. به این ترتیب نکته ای که اشاره کردن واقعا خوبه اینکه مردم رأی خودشون رو مؤثر میدونن و این در واقع تاثیر روانی اون انتخابات و انتخابات به صورت حتی اون دموکراسی که ما تو قبل میبینیم شاید پرفکت هم نباشه توش ترامپ کامل بیاد کاملا هم نباشه توش ترامپ بیاد بیرون اما ما همونو نداریم میخواد اینکه آزادی احزاب سیاسی وجود نداره در واقع التزام به ولایت فقیه در واقع حرف آخر رو میزنه و احزاب و گروه سیاسی ایده های مختلف نمیتونن بیان توی انتخابات به صورت آزاد شرکت کنم. خب بنا به این صحبت ش... کردن از در چنین شرایطی شما این انتخابات رو به کلی میتونید رد کنید اگر درجه بالایی از مشارکت رو بالا دریافت. در, انتخابات... در جاست... این انتخابات دموکراتیک نیست اینکه به نظر من دموکراسی آزادی بس بحثی بس نیست که انتخابات دموکراسی دموکراتیک هست ام. یا نه بس رابطه بین انتخابات و دموکراسی انتخابات در ایران حد بالایی از مشارکت رو نشون داده به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری پیشین ولی در این حال حد بسیار کمی از تکثر رو نشون میده تکلیف شما با انتخاباتی که مشارکت بالا رو نشون میده و تکثر کم چی خواهد بود به کلی این رو فکر میکنید باید کنار گذاشت یا نه به نظر من از که به کلی کنار گذاشت برای تو قانون اساسی ایران در این حد این حد انتخابات تعریف شده اینکه کنار گذاشته بشه موردی نداره و دلیل نداره اما اینکه بهش بیش از حد دل بسته باشیم و فکر کنیم واقعا سرنوشتمون رو داریم به دست خودمون تعیین می‌کنیم این نواب باشه اگر رفتیم رای دادیم چه رای, رای, رای دادیم چه رای ندادیم باید به این فکر کنیم که با مشارکت از تغییر انتخابات زیر ساختن نهادهای سیاسی در ایران تقویت احزاب تقویت مطبوعات تقویت بله 100 سال طول میکشه دموکراسی در کشور انگلیس 100 سال پیش زنا حق رای نداشتن امروز نخست وزیر رای داره بله بله را بله را بله را بله را بله را سال بله خیلی ممنونم به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه حسن شریعت مداری، آناهیتا حسینی و سعید برزین حتما شما در مورد گفته های مهمان ها نظر دارید در این صورت به فیسبوک ما سر بزنید با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده شب و روز بر همه شما خوش